با آن که افغانستان بیشترین کالاهای مصرفی خود را از بیرون وارد می کند، اما اکنون حکومت سرپرست تلاش دارد تا از محصولات داخلی برای رشد اقتصاد کشور استفاده کند. شیخ حیبت الله در رهبر امارت اسلامی در فرمان از مسئولان نهادهای دولتی خواسته است تا از محصولات داخلی کشور استفاده کنند. وزارت عدلیه با نشر این مورد گفته که این فرمان از سوی رهبر امارت اسلامی به منظور رشد صنایع داخلی و خودکفایی کشور صادر شده است. رهبر امارت اسلامی از مسئولان و کارمندان وزارتها و اداره های دولتی نیز خواسته تا برای بازرگانان در گذرگاهها ها و شاره های کشور سهولت لازم را فراهم کنند. با این حال برخی از آگاهان اقتصادی استفاده از محصولات داخلی را در رشد سرمایه گذاری ها در کشور مهم دانسته و آن را در فقر زدایی و بلند رفتن اقتصاد افغانستان سودمند می دانند. از آنجایی که حکومت در مارکت بزرگترین مصرف کننده محسوب میشه اگر دارات حکومتی از مسئولات و تولیدات داخلی افغانستان مصرف کنند از یک طرف حجم سرمایه گذاری ها در کشور بیشتر میشن این تمایل به سرمایه گذاری بیشتر میشه از طرف دیگه ما میتونیم مشکل فقر و بیکاری را در کشور کاهش بدیم یک میلیون بیشتر از یک میلیون تن ما غلدانه را از بیرون به صلاح وارد میکنیم چورا کته دهقان خود قرارداد نکونیم یعنی معاملات بزرگ صورت بغیر کته کوله دهقانای افغانستان مثلا جواری خریداري شوه غندم خریداري شوه و ميواجات د قرارداد دای بزرگ نظامی و امنیتی مثلا بر نیروه عسکري اگر به مصرف برسا یعنی حدود 100 تا 200 ملیون ډالره تناوم مه تنم کې دا داخله به اصطلاح بلاウト کونیم بره دهقان این در حال است که پیش از این اداره ملی احسایه و معلومات آمار داده بود که میزان واردات کشور در چهار ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به بیش از 2.5 میلیارد دلار و میزان صادرات کشور به بیش از 293 میلیون دلار رسیده است. چین، پاکستان و ایران در صدر کشورهای قرار دارند که افغانستان هایش را از آن کشورها برآورده می‌سازد.